علا بر ساحل بزن خداوند، مست تو بر قرار بگیر خداوند، حضور تو مثل یک ابر رو بپوشونه تا خداوند حقیقتا هم کلام رو خداوند کلام تو باشه، تا در اختیار و فروتنی خداوند بیستر کلام حق تو رو بس کنه. تو رو شکرت میکنی پدر جان، جلال رو به نام عزیز و قدوس تو میدیم عیسی مسیح، با هدایت تو روح قدوس خدا دعا کردیم و دریافت میکنیم. آمین و آمین. سلام برادر فاره عزیز، مهمانان عزیز، اگه یادتون باشه تقریبا سخت پیش آخرین موعظه‌ای که کردم و قبل از این موعظه یک هفته قبل ما اینجا نه اینجا بلکه تو کلیسایمون جشن تقدیس زوجا بود و در مورد برای عروسی فکر کردیم عروسی از دید خدا چیه و بعد از اینم یک هفته بعد در مورد یک داستانی صحبت کردیم در مورد این حکایت ده باکره و پنج تا از اینا دانا بودن و پنج تا نادان و امروز میخوام در این قسمت بدونیم که شخصیت این دو تا باکره ها، باکره دانا و نادان چی هست. الان ما حاطی داده من الان فکر کنم اینجا 20 نفر اونجا جمع شدیم، نرمال نگاه کنم میتونم بگم پس 50% میتونم یا قسمت های نادان باشن، افرادی میتونن از بین شما دانا باشن. دو تا چیزایی هستن و امروز نخواهم در موردش فکر کنیم. شاید خدا از طرف کلام خودش به تو نشون میده تو جزء کدوم گروه هستی. دوست داری بدونیم؟ معمولا هم که هر دفعه که ما اینجا یک چیز رو اشاره میکنیم و میگیم که آیا واقعا شما باکره دانا هستین، همه ما معمولا میگیم آمین. بیشتر شاید آمین رو میگیم چون دوست دارین آرزوی آرزوی باشه که واقعا جز این افراد باشین، چون یک داستانی حکایتی هست که خیلی آخرش هم خیلی بد تمام میشه، چون افرادی که آخر میبینیم که میان این نادانا بعد از اینکه داماد آمد و این با این پنج تا و میگه یا گروه این دانه ها رفت در بسته شد، کلام خدا میگه و اون نادانا بعد از این یهو متوجه شدن و شروع کردن گفتن که الان باید یک کاری بکنیم. بعد از این سعی میکردن برحال یک کاری انجام بدن که وارد ملکوت خدا بشن و به این پاداشی که خدا من آماده کرده برسن، فقط متاسفانه در بسته شد و اونجا عیسی مسیح بهشان میگه که دور شوید، دور شوید از من شما رو نمیشناسم. به این خاطر ما نمیخوایم یک کلیسایی باشیم که تعداد زیادی یک روز جلوی این در بایستن و خداوند به تو بگه که من تو رو نمیشناسم. کلام خیلی جدیه، یه چیزی هست که واقعا هر یکی از شما باید با دقت گوش کنه، تفتیش کنه خودشو، چون این موعظه ربطی به کار نیست، ربطی به عمل نیست، بلکه ربطی به شخصیته. و توی این حکایت هم ما میبینیم دو تا نشانه هایی داشتیم، کسی که دانا بود، تمام تمرکز این عروس داماد بود، تمام فوکوسش عیسی مسیح بود. و اگر میخواییم بدونیم که
ازدواج کردین یا میخواین ازدواج بکنین، واقعا میخواین بدونین که اون شخصی که یک روز میخواین ازدواج کنین، عهد رو ببندین، باید بدونین که آیا واقعا این شخص تمام نه فقط خوبی بلکه تمام تو فشارهایی که میفتی، تو سختی‌ها میفتی، تو شکست‌ها میخوری، آیا واقعا این شخص وفادار کنار تو خواهد ایستاد یا نه. معمولا در ازدواج ما این قول رو به هم دیگه میدیم، فقط از طریق تجربه میتونیم بگیم که خیلی ها هستن که طلاق میگیرن از هم دیگه، چون در زمان سختی که باید اینجا وفادار باشن وفادار نمیستن. به این خاطر نشانه اول این ایمانداری که دانا هست که تمام تمرکزش عیسی مسیح، و دومی قسمت این بود که اینجا خود عیسی مسیح میگه که پس بیدار بشید، بیدار شوید یا بیدار بشید. منظور اینه که یک کسی که واقعا میخواد جزء این عروس عیسی مسیح که دانا هست باشه، باید هوشیار باشه، باید بیدار باشه، زندگیش رو واقعا باید طوری زندگی کنه که دائما در این ملاقات با خدا باید داشته باشه. کسی که دنبال زندگی خودشه، تمرکزش یه چیزی دیگر از جز از عیسی، نمیتونه در بیداری زندگی کنه. بیداری منظوری نیست که چشمت بازه، بیداری یعنی تو میدونی در زندگی تو چه اتفاقاتی میفته. بیداری اینه که تو با کلام خدا آشنا هستی و میدونی که خدا چطور تو را هدایت میکنه. بیداری هست، این بیداری این است که تو ملاقات های یا وقت های زمان های زیادی برای با خداوند میگذاری. اونجاست که در این خفاست که بیشتر میتونی صدای روح القدس رو بشنوی، همینطور هم با عیسی مسیح آشنا بشی. یک داستانی بود که همینطور دو هفته پیش، سه هفته پیش که صحبت کردم که تو کتاب مقدس ماریا ماگدالینا بود که یک نمونه ای بود که چطور یک زن به هر حال گناهکار بود، نه تأثیری داشت بر کلام خدای توی صحبت نمیدونیم تأثیری داشت یا نداشت، فقط گناهکاری بود، فقط دانش از شاید کتاب مقدس زیادی نمیدونست، فقط یه چیزی میدونست، یک آشنایی، یک لمسی از عیسی مسیح، یک اشتیاق برای عیسی مسیح داشت، یه چیزی دریافت کرده بود که تمام زندگیش، داراییش، فوکوسش عیسی مسیح بود. به این خاطر اینجا عیسی مسیح آخر که یک اشاره میکنه، میگه که او محبت میکنه چون بیشتر بخشیده شده، بیشتر درک کرده فیض مسیح، بیشتر درک کرده محبت خدا رو. محبت عیساست، عیسی بود که رو حرکت مینداخت. و اینجا مخصوصا در قرن 21، در قرن کامپیوتر که ما هستیم، خیلی چیزا هست که الان جای محبت گرفته. الان حتی نرمال هم نگاه میکنیم توی خانواده ها، تو مشارکت هایی که هست، شاید 20 سال 30 سال پیش به هر حال با هم وقت میذاشتیم صحبت میکردیم، الان کامپیوتر، تلویزیون همه جای محبت رو گرفته. و تو کتاب مقدس هم نوشته در زمان آخر محبت سرد خواهد شد، دیگه اونقدر مشغول کارها هستیم، اونقدر مشغول کارهای خودمون هستیم، وقت برای صحبت نداریم، وقت برای مشارکت نداریم، و مخصوصا وقت نداریم برای عیسی مسیح. این زن دانا این زنی بود که برای وقتش رو، پولش رو، دارایش رو، همه چیز رو روی عیسی مسیح گذاشته بود. این توی این سرود هایی که انتخاب کردم همین است، تو بگه که همه چیز من هستی. و یه چیزی که خیلی مهمه که بدونی که عیسی مسیح دنبال این باکره های دانا هست، یعنی خودش رو فقط به ایشان مکاشفه میکنه. زمانی که عیسی مسیح به این نادانان بهشان میگه که من شما رو نمیشناسم، برای منظور این نیست که من نمیدونم تو کی هستی، بلکه منظور این شناخت یعنی هیچ رابطه ای تو با من نداشتی، تو اصلا دنبالش نبودی که با من آشنا بشی. وقت رو نگذاشتی برای من و
در انجیل یوحنا باب 2 آیه 24 25 چا میگه که لیکن عیسی خیشتن را به نشان مطمئن نساخت، خود یعنی خودش رو به افراد معرف یا معرفی یا خودش آشکار نساخت، زیرا که او همه را میشناخت و از آنجا که احتیاج نداشت که کسی در وارد انسان شهادت دهد، زیرا خود آنچه در انسان بود میدانست. یعنی اینجا خداوند میگه که خدا، خود عیسی مسیح، خودش رو اینطوری معرفی نکرد، خودش رو آشکار نکرد، چون گفته که این افراد اصلا دنبال من نیستن، هدفش من نیستم، بلکه هدفش فقط خواستای خودش. به این خاطر خودش رو به افرادی مکاشفه میکنه که واقعا او رو میخوان. امروز میخوام یه قسمت هایی با این شخصیت ها آشنا بشیم و آرزو من اینه که آخر واقعا خودتون به یه نتیجه برسیم، ببینید که کجا قرار گرفتم. خوبیش اینه که در مسیحیت اینطوریه که زمانی که خدا با ما صحبت میکنه با انگشتش به ما نشون میده مشکل ما کجاست، فقط محکوم نمیکنه، فقط دوباره هدایت میکنه. اینجاست که خدا میگه که ببین، فقط میخوام به تو نشون بدم تو کجا قرار گرفتی، از مسیر آمدی بیرون، من دوباره امروز تو رو صدا میکنم، برگرد به چیز اصلی. آرزوی عیسی مسیح نیست که یک روز یک نفر از شما به شما بگه که من تو رو نمیشناسم. او امروز که صحبت میکنه با همه ما صحبت میکنه. عیسی مسیح اینجا نیست فقط بگه که فقط تو رو همه رو خوانده. فقط عیسی مسیح به افرادی خودش رو معرفی میکنه، مکاشفه میکنه، به افرادی که عیسی رو میخوان. فوکوسش عیساست. و به هر حال ما این چیزا رو باید یاد بگیریم. این 20 یورو رو میشناسید نه؟ میشناسید؟ امید برای از این جیبه رو داشته باشید بیشتر از این. الان میخواستم بپرسم که چه عکسی، چه تصویری، چه مهری اینجا زده شده؟ دقت کردید؟ یا توی یک توی چیز هم همینطور توی هم 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 من فکر نمی کنم کسی بدونه چه عکسی اینجا گذاشته شده، چه مهری. فقط ما هر روز استفاده می کنیم. چرا؟ چون ارزشش رو می دونیم. 20 اوروز ما می تونیم یه چیزی بخریم. به من چه مهری هست روش؟ فقط جالب میشه که این مهر که این کاغذ چیز میده، ارزش میده، قیمت میده. این فقط این کاغذ معمولیه، فقط این مهر اینجا گذاشته شده و این 20 هم اینجا که نوشته شده، این چیزهایی که نقشه‌ای که این است که به این ارزش رو میده. پس ما اینو خرج میکنیم، استفاده میکنیم هر روز، فقط نمیدونیم چه مهری هست توش. چرا؟ چون دقت نمیکنیم، چون فوکوس ما این نیست. فوکوس ما اینه که با این چی میتونم بخرم. درسته؟ همینطورم تقریبا میتونیم تصویر رو بکشیم عیسی مسیح. ما دنبال این نیستیم که عیسی مسیح کیه، چه شخصیتی داره، این خدایی که جانش رو برای من و تو داده چه شخصیتی داره، چه ماهیتی داره. دنبال اون نیستیم، ما فقط برحال انتظار داریم که برحال از او استفاده کنیم که بتونیم نیازهای خودمون رو، آرزوهای خودمون رو با این پول یعنی عیسی مسیح به ما برسونه. اصل عیسی نیست، بلکه اصل مرکز ما خودمون هستیم. چطور هست؟ چطور میتونیم از عیسی استفاده کنیم که به آرزوهای خودمون رو برسیم؟ تو این سرودم امروز هم کنیم آرزوهای قلبمون رو میشناسیم، از فکرهای من اطلاع داریم، اون میدونه که چه فکرهای اونجا میچرخه، چه گناهایی هست اونجا میچرخه. در این حال دوستمون داره، در این حال میگه که
من عاشق تو هستم. و همینطور هر چیزی که در روی هر چیزی که ما تمرکز میکنیم، زندگی خودمون رو میذاریم اینجا، این چیزی هست که در زندگی ما حکومت میکنه یا سلطنت میکنه. الان نرمال هم برداریم، خواهرها بیشتر به چشماشون بیشتر به موده، به آرایش یا به لباس هاست چطور پوشیده میشه، مردا تمرکز روی یه جای دیگه هست. و زمانی که یک کسی وارد میشه در این کلیسا، یک مرد طوری دیگه نگاه میکنه، یک زن طوری دیگه نگاه میکنه، به چیزهای دیگه دقت میکنه. ایران مردا بیشتر در حال فوتبال و در سپورت هستن، برای خواهرها بیشتر اصلا چیز ندارن بگم، اونقدر اشتیاقی ندارن، فقط ببینن که 22 نفر دنبال یک توپی میدونن بگم چقدر چیز احمقه. برای ما هیجان انگیزه، نگاه میکنیم، همه چی رو آماده میکنیم. آلمانی ها معمولاً این مشروب ها رو میذارن، همه چی رو آماده میکنن، فوتبال رو نگاه میکنیم. چرا؟ اشتیاق برای این فوتبال دارن. و همینطور هم برای خواهر در قسمت های دیگه هست که تمرکز دارن. به چه چیزی تمرکز داری؟ چه چیزی دقت میکنی؟ به هر چیزی که واقعا با تمام دل دقت میکنی پس دنبال این چیزهایی هست. این برای تو مهمه. به این خاطر زمانی که با به این پول نگاه میکنی، مهم برای من نیست که چه عکسی هست، مهم اینه که چه چیزی نوشته شده روش. چی میگم؟ مبلغی نوشته شده، 20، 50، 100، این برای من مهمه. فقط چه مهری هست برای من مهم نیست. زمانی که وارد یا روبروی عیسی مسیح میشیم، اونجا دیگه نه علم و دانش بلکه اشتیاق باید باشه. و این چیزی هست که این واکره دانا داشت، اشتیاق. روی هر چیزی که تو اشتیاق داری، اون موقع هم تو خودت بهارم حاضر هستی پرداخت کنی. اگه اشتیاقت عیسی مسیح نباشه، یه چیزی دیگه باشه، پس تمام زندگی خودت رو، وقت خودت رو، پول خودت رو خرج میکنی که به این هدف بتونی برسی. اشتیاقم ربط داره به روح، نفس، ببخشید نه روح، ربط داره به نفس ما، یعنی به اراده، به احساس، به عقل ما. زمانی که چرا اینو میگم؟ چون زمانی که تو اشتیاق برای یک شخصی داشته باشی، ما الان بگیم عیسی مسیح، اگه با تمام دل اشتیاق داری او رو بشناسی، باید تصمیمای بگیری، باید فکر کنی، با تمام احساس خودت هم همینطور باید این دنبال این هدف باشی که چطور میتونم با عیسی مسیح آشنا بشم، برای چه چیزی من پولش رو خرج میکنم. شروع میکنی به حساب کردن. یادم از زمانی که من ایمان آورده بودم به عیسی مسیح، تمام میتونم بگم تمام دارایی خودم رو، پول خودم رو فقط خرج میکردم برای کتاب و همینطورم برای سی دی ها. اون موقع سی دی نبود، اون موقع کاست هایی بود. خونه من پر از کاست بود، کاست هایی از موعظه ها بود، تعلیم هایی بود، هر جایی هر چیزی که میشنیدم زنگ میزدم سفارش میدادم. چرا؟ چون فکر من، فوکوس من عیسی مسیح بود. چطور میتونم بیشتر از اون یاد بگیرم؟ چطور میتونم، اون موقع در مورد تبدیل فکر نمیکردم، چطور میتونم او رو به دست بیارم، بیشتر به دست بیارم؟ یک اشتیاق بود که با عقل من، با احساس من، با اراده من با تصمیم میگرفتم. تنها چیزی که منو هدایت میکرد اشتیاق بود، اشتیاق عیسی مسیح که ما رو میبره اینجا بالا. اشتیاق
اشتیاق مسیح است که تو رو تبدیل میکنه به شباهت او. بدون اشتیاق عزیزان زندگی ما خشکه. حالا میگم مربوط به مسیحیت داره، روحانی داره. افرادی که هیچ هدفی در زندگیشون ندارن اشتیاق هم ندارن، زندگی میکنن فقط زندگی نمیکنن، هدفی ندارن برای چی زندگی کنن. یه اتفاق کوچیکی میفته همه چی رو از دست میدن، آرامش رو از دست میدن، کنترل از دست میدن. یه کسی که هدفی داره، یه کسی که اشتیاق داره و میدونه دنبال چیه، پیش چی میگن فولو میشه، پیگیری میکنه. یه کسی که واقعا این هدف رو داره پیگیری میکنه و بها رو پرداخت میکنه. در کتاب اشعیا نبوت‌نامه یک آیه 3 اینجا میگه که گاو مالک خیش را میشناسد و آلا الاغ آخور صاحب خود را میشناسد، اما قوم من مرا نمیشناسند و فهم ندارند. اشعیا نبوت‌نامه یک آیه 3 میگه حتی گاو مالک خودش رو میشناسه، اولا آخور صاحب خودش رو میشناسه، حتی قوم من که اینقدر فیض دریافت کردن، اونقدر دست خودم رو به ایشون نشون دادم، اونقدر محبتش کردم، هدایتش میکردم، از یک کشوری رو بالهای خودم رو برداشتم آوردم اینجا و اینجا رسیدگی میکنم، هنوز من رو نمیشناسم. به این خاطرم زمانی که یهودی ها اونجا آمدن و با عیسی مسیح بحث میکردن، عیسی مسیح میگه که اکنون ثمره شایسته توبه بیاورید. در این سخن رو به خاطر خود راه مدهید که پدر ما ابراهیم است، زیرا به شما میگویم خدا قادر است که از این سنگ ها فرزندان برای ابراهیم برانگیزد. یعنی خدا اینجا یا یحیای تعمیدهنده است اینجا میگه که ببین نگاه نکن که الان تو قوم من هستی، دیگه عروس هستی، نگاه نکن به این چیزایی که الان اعلام میکن، نگاه کن به زندگی خودت، به شخصی خودت، به رابطه خودت، نگاه کن کجا تو قرار گرفتی، چه تبدیل هایی باید در تو انجام بشه، تبدیل های روحانی باید در زندگی تو انجام بشه. نگاه کن و زمانی که یک کسی با این حال زندگی میکنه در حال توبه و بازگشت، منظور این نیست که توبه های همینطور فقط من توبه میکنم توبه، منظور غنی نیست، بلکه توبه منظور این که به شناخت خودت رسیدی و میدونی در کدوم قسمت ها تو باید عوض بشی. این تفاوت همون تفاوت همون با پیره های نادان و داناست. نادان روی خودش کار نمی کنه، دانا روی خودش کار می کنه. به این خاطر می گفتم این موعظه فقط یک چیزی نیست که بشنویم بگیم آها بد نبود یا خوب نبود یا خوب بود یا فهمیدم یا نفهمیدم، بلکه بتونیم تشخیص بدیم و روی خودمون کار کنیم. تمام تمرکز عروس واقعی اینه که عیسی مسیح تو صحبت کن، من گوش میکنم. امروز چه حرفی برای من داری؟ کجاست که خدا را من باید عوض بشم؟ کدوم قسمت هایی هست که دید من از تو باید عوض بشه؟ به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن. در همه راه های خود او را بشناس و او تغییرات را راست خواهد گردانید.
با کرای دانا به تمام دل خود به عیسی مسیح، به کلام خدا، به وعده‌های خدا توکل میکنه، نه با عقل خودش. و در تمام راه ها، یعنی روز زندگی روزمره ما عزیزان، با ایمانه. صبح که بیدار میشیم چقدر وقت برای خداوند میذاریم، چقدر او رو عبادت میکنیم، تشکر میکنیم، جلالش میدیم، نه دعا بلکه جلال دادن، شکر گذاری کردن. مرسی خداوند که امروزم عیسی، امروز میتونم دوباره نزدیک تر به تو بشم. امروزم یک روزی هست که روز تبدیله. میدونیم تمرکز بیره از اول به عیسی مسیح. مشکلهایی هستن، همون دعای ربانی که اینو نشون میده که با این دعا شروع میکنی: پدرتون که در آسمان هستی، نامت مقدس باد، ملکوتت بیاد و ارادت انجام بشه همینطور در آسمان در زمین. بعد از این نان کفاف ما رو میده. به این خاطر یک عروس واقعی، یک باکره دانا، یک کسی هست که صبح زود حضور او رو جستجو میکنه، او رو جلال میده، وقت رو برای او میگذاره، کلام رو میخونه، تفتیش میکنه. خداوند لکه هایی که در زندگی من از امروزم نشون بده، مطمئن باش خدا بتونه نشون خواهد داد و تو رو نشون خواهد داد، نه تو خودت رو محکوم بکنی، بلکه تو رو نشون خواهد داد که تو شرمنده میشه، بگی مرسی خداوند، مرسی دوباره چیزای درد بود که متوجه شدم چقدر زشتم هنوز. در غزل غزلا این دختر سلیمان چی میگفت؟ میگفت که سیاهم و اما جذابم. یعنی خودش متوجه شده با چه عشقی عیسی منو دوست داره. میبینم که هنوز کثیفم، هنوز چیزایی باید در من عوض بشه. شخصیت رفتار باکره دانا. نادان شاید بیدار میشیم و شروع کنیم خداوند این مشکل رو حل کن، این مشکل رو حل کن، اینجا این دردی هست، اونجا یه دردی دیگه هم هست، همون چطور میتونم از این پول استفاده کنم؟ ربطی به تو نداره، من فقط بخوام بیار مشکل رو من حل کنم. به این خاطر یک باکره دانا وقت رو برای سیزابله کلام خدا میگذاره، موعظه رو گوش میکنه. اما خدا رو شد زمانی که من ایمان رو آورده بودم 30 سال پیش بود، توی اصلا پروگرامه چیز نبود، توی تلویزیون ماهواره او که بتونه اینجا موعظه رو موعظه ها رو گوش کنه، پرستش و هنوز هیچ چیزی نبود عزیزم. نفراتی که اینجا از قدیم هستم هیچ چیزی نداشتش. ما الان توی 30 سال خدا چه فیض بزرگی بخشیده. ماهواره ها 24 ساعت همینطور پخش میکنن. افرادی هم متاسفانه هستن که کلیسا نمیرن، فقط توی خونه نشستن، میگن که خب فقط بر میدارن دیگه. این هم اشتباست. یک باکره نادان میشینه میگه که احتیاج به کلیسا ندارم، خودم هستم، کلام خداست. اشتباست. کلام خدا میگه که اگه تو در نور هستی، مشارکت در بدن داری، مشارکت در اعضا داری و خون عیسی مسیح تو رو از هر گناه پاک میکنه. بدون عزیزان، بدون مشارکت، بدون کلیسا تو نادان خواهی موند. فقط تو کلیسا هست. به هر حال اینجا میگه که اگه در نور ساکن بشیم، با هم مشارکت داریم و خون مسیح ما رو از هر گناه پاک میکنه. منظور اینه که توی مشارکت عزیزان تمام ضعف‌های تو، آشغال‌های تو، لکه‌های تو مشخص میشن. درسته یا نه؟ آمین. از تجربه نرمال میتونم بگم هر کسی که وارد این کلیسا میشه، یا هر کلیسا هم بشه، اول عاشق میشه، عاشق عیسی مسیح میشه، یه لحظه، یه زمان، یه هفته، دو هفته، سه هفته، ماه اصل، همه چیز کلیسا فقط پر از جلال و شکوه. بعد از یک مدت میبینی که
مشکلای هست، افرادی هستن در رفتارهایی میبینه، قضاوتهای حکمهایی میبینه، تظاهرهایی میبینه، غیبتهایی میشنه، بعد از این زده میشه. درسته؟ این تجربه کردیم؟ نه همه زده میشیم، میگیم این دیگه چی کار کلیساست؟ کلیسا عوض نشده، همون زمانی که آمده همون کلیسا اینطوری بود، فقط تو قسمتهای آشیار شده بودیم. ایمان رو برده بیست به ایسا، عشق مسیح در تو قرار گرفته بود، تو عوض شده بودی، فقط مشکل هنوز بود. نه؟ میدونی نیست؟ تو فقط الان ما با این حال چه کاری میتونیم بکنیم؟ آیا کلیسا رو ترک کنیم؟ و هم میتونم از خیلی هستن که کلیسا رو ترک میکنن، کلیسا رو میرن یه جای دیگه، میفکر میکنن اون کلیسا بهتره، همون عیسی مسیح اینجاست، همون عیسی مسیح اونجا هم هست، همه جا هست. اینجا نتونستی وفادار بمونی، اونجا هم نمیتونستی وفادار بمونی. اگه دنبال ما کلیسایی هم هستیم که اول بتونیم که بگیم دیگه همه در کاملیت رسیدن عزیزان، دیگه در ملکوت خداست. یک باکری نادان دنبال خدمت میتونه باشه، فقط بتونم خدمت کنم به خدا، خدمت بدون شخصیت آخر به شکست خواهد رسید. افرادی هستن که دنبال مس هستن، مس خدا رو داشته باشن، حتی مس میتونه یه موتی برای تو بشه. میدونستی؟ مست یه چیزی خیلی عالیه. مست یک قدرتی هست که روی تو میاد، کارهای انجام میکنی، مثل اینکه با خدا کارها رو انجام میدی، یه حکمتی توش. فقط میتونه بعد از یک مدت مست یک بوتی برای بشه که مستی رو میگذاری کنار. این هم یه چیزی هست که خیلی خیلی چی میگم؟ یه چیزی هست که مشخص نیست، زود مشخص، تشخیص زود نمیتونید. بعد از یک مدت چون لذت میبری از این مس، میتونه این مس هم حتی باعث بشه که یک بوتی برای تو بشه. خداوند برای یک قسمتی مسی میده و بعد از یک مس میده ایزو الان کنار بکشه، فقط تو خود لذت میبری، میتونه برای تو هم یک بوتی برای تو بشه. و همینطور هم نادانان دنبال جلال خودشون هستن، فقط تیتر داشته باشم، حکمت داشته باشم، یا نمیدونم چیزایی که به هر حال مربوط به زندگی خودم. این افرادی هستن که نادان هستن، خودشون مرکز هستن. به این خاطر ما نمیتونیم هیچ موقع قضاوت کنیم. کسانی هستن که میرن الهیات رو میخونن، میرن نمیدونم دانشگاه، خیلی دانا هستن از طرف چیز، از طرف علم، یا از دید خدا نادان هستن چون روی شخصیت خودشون کار نکردن. بعضی وقت هست که عزیزان، این تجربه رو من کردم و میبینم، بعضی وقت هست که خدا این مست رو به ما میبخشه برای یک دوران، یک زمان. فقط شیطان هم میتونه تو رو هدایت کنه به جای بالا. شیطان خیلی خوب میدونه چه ضعفی تو داری. زمانی در این قسمت در فروتنی زندگی نکنی، مطیع نباشی، در حمایت نباشی، این میتونه باشه که بری به یه جای بالا، چون شخصیت در تو شکل نگرفته، تو این بالا باید با قدرت خودتون صفت نگه داری که نیافتی. و اون موقع هست که شیطان میتونه تو رو از بالا بندازه پایین. اونجا خدا تو رو نگه نمیداره، چون خدا میگه که من تو رو اینجا بالا نبردم، تو خودت رفتی بالا. به این خاطر بر هر مرحله ای که این باکری دانا جلو بیره، بر هر مرحله شخصیت باید شکل بگیره. بعد از این مس میاد شخصیت باید شکل بگیره و بعضی وقت میتونه یک سال طول میکشه که شخصیت شکل بگیره. تا زمانی که شکل گرفت و مس میاد، دیگه هیچ کسی نمیتونه بندازه پایین. و اونجاست که به شناخت بیشتر
خداوند میرسیم. خیلی خادمین هستن، خیلی آدم های شبانان و شبانای معروف بودن که افتادن. شبانایی بودن تو آمریکا که کلیساهای 10,000 نفری بودن، آخر افتادن، تو زنا افتادن، چون شخصیت شکل نگرفته بود، فقط خدمت بود، خدمت بود، خدمت بود، مس بود، خدمت بود. همینطوری که چه کلیسای بزرگی، چه کارهایی هست که خداوند انجام میده، بیشتر بکنیم، بیشتر بکنیم، بیشتر بکنیم، فقط این قده اینجا مونده بود. در یک زمان شیطان یک کسی رو میفرسته و چون شخصیت نگرفته این شخص میافته. متاسفانه یک کلیسای 10,000 نفری به هم ریخت، چون شبان اینجا بالا ایستاده بود، شکست خورد. بعضی وقت خدا اجازه میده این اتفاقات بیفته. فقط ما میخوایم ببینیم که این باکره دانا و نادان شخصیتش چطور. بعد به این خاطر خیلی مهم، اگه میخوای خودت رو محافظت کنی، باید زیر یک پوششی یا یک محافظتی خودت رو بسپاری. این یه چیز داوطلبانه هست، جوابگو. باید اجازه بدی یک باکره دانا خادمین تو بتونن در زندگی تو دخالت کنن، بگن که چه مشکلی هست، چه چیزا، چه ریشه‌ای دیده میشه. معمولا ما ریشه ها رو نمیبینیم، این چوبی که جلوی چشم ما هست ما نمیبینیم. اینجاست که احتیاج هست که اصلاح بشیم. اگه میخوای واقعا سالم رشد کنیم، هر چقدر اجازه بدیم خادم یا رهبرت یا شبانی تو اصلاح کنه، کمتر خواهی افتاد. نادان نخواهیم بود، بلکه زود متوجه خواهیم شد و همینطورم عوضم خواهیم شد. من سعی میکردم، زمانایی بود که هنوزم که تنها زندگی میکردم، وقت زیادی داشتم بیشتر. زمانی که نسیم ازدواج کردم، وقت من برای زمان تنهایی رو منظور من تنهایی زیاد بودم توی خونه. تعداد به کلیسا من زیاد هم نبود، 40 نفر، 50-60 نفر بودم، یا بیشتر وقت میذاشتم. و اونجا هم حال شب که میرفتم خونه، میخواستم بخوابم، روز اون روز رو چیز میکردم، تفتیش میکردم چه اتفاق افتاده، چقدر اشتباه کردم، چقدر اشتباه نکردم، چقدر خوب بود، چه در قسمت به چقدر بی‌حکمتی کردم، خودم رو آزمایش میکردم. و اونجا یه دفتری هم داشتم مینوشتم چه چیزهایی باید در من زندگی من عوض بشه. یا شبانی هم نداشتم به من تعلیم بده، فقط این چیزهایی بود که اون موقع یاد گرفته بودم. الان فقط روی خودم کار میکردم. صبح زودم بیدار میشدم، برای شروع کردم به پرستش کردن، شکرگزاری کردن، روز رو گذاشتم و خداوند امروزم یک روزی هست که باید یاد بگیرم، امروز امکانی هست میتونم با تو راه برم. و یک باکره دانا باید این اشتیاق رو در خودش داشته باشه که بگه که خداوند من میخوام در زندگی من دخالت کنی، لکه‌های زندگی من رو به من نشون بده. و زمانی هم که خدا نشون میده درده، نه؟ اونجاست که ما دوست نداریم با خودمون آشنا بشیم. و قسمت هایی که خدا من به من نشون داد، حتی بعضی وقت هم خدا من به من میگفت که باید بریم اونجا یا پیش این شخص توبه کنیم، طلب بخشش کنیم. چیزایی بود که خدا من نشون میداد که غرور در من قرار گرفته بود. به این خدا میگه مس از این وقت میتونه تو رو گمراهی کنه، چون واقعا ثمره رو میدیدم، برکت رو میدیدم. فکر میکردم من کلامی که من دارم درسته، کلامی که من صحبت میکنم درسته، کلام ملکوت رو من صحبت میکنم، آه دیگران اه نمی کنم. یواش یواش غرور گرفته، آه اون شبا اه اصلا اطلاع نداره، اونم دعوت کرده، اه حوصله ندارم برم اونجا. و احساس میکردم من روحانی هستم چون ثمره رو میبینم. و
بعد از این توی یک جلسه بود که خدا جلسه این که رفته بودم توی کلیسای علیم اونجا آمده بود رفته بودم جب گوش میکردم یه اونجا بلا فاصله تصویرها رو عیسی مسیح نشون میداد گناه 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 همینطور روی پا زانوام افتاده بودم خدا من خرابم خدا نشون داد با مهربانی خودش باید توبه کنی و باید اونجا زنگ بزنی باید بری اونجا جلیشان توبه کنی فقط اونجاست که مشخص میشه آیا واقعا دنبال عیسی هستی؟ چون الان جلوی خداوند توبه کردن چیزی نیست حتی میتونم یا خداوند منو ببخش فقط اما عیسی مسیح میگه که الان برو چهار نفر بودن فکر میکنم برو اونجا توبه کن اینجاست که بهار رو پرداخت میکنی یا نه غرور بها پرداخت نمی کنه و آنجاست که گفتم که باشه خداوند تو برای من مهمتر هستی از خودم زنگ زدم به تک تک این چهار نفر بودن زنگ زدم ترمین گرفتن با تلفن رفتم اونجا نشستم گفتم که خب چیه؟ برادر خیلی مهربانم بودم بدتر بود برای فتون مهربان بودم چیه؟ خوشحال هستم تو رو میبینم چرا آمدی؟ چی تو میتونم کمک کنم؟ گفتم نه اعتقادی کمک احتیاج نداری بکنی من آمدم طلب بخشش کنم من رو ببخش من تو رو قضاوت کردم محکومت کردم من فکر کردم من بهتر هستم از تو گفتم من اصلا ندیدم گفتم تو ندیدی قبل در قلب من این بودم به این خاطر میخوام من رو برکت بدی و من رو ببخش اطاعت کردن عزیزم نشانه اینه که واقعا چقدر عیسی در زندگی تو مرکزی من هم در اعداد باب 12-11 امروز با نسل صحبت میکردیم اینجا میگه که سخنان حکیمان مثل جامعه بود جامعه 12-11 سخنان حکیمان مثل سوکا یا سیخونک های گارانیت یا دوباره میگم سخنان حکیمان مثل سوکا یا سیخونک های گارانی هست که از یک شبان داده شود از کلام خودم هست یعنی کلام خدا مثل سیخونک هایی هست سیخونک چوب هایی بود که جلوش هم یک میخی هم بود تقریبا میخ بودن و به این گاه ها میذاشتن که دور درست هدایت کنن درد می آورد فقط اینا رو تکو میدادن که حرکت کنن و اینجا میگه کلام خدا مثل سیخونک هایی هستن یعنی اینطوری به شما بگم که یاد بگیرین عزیزان زمانی که خدا با کلام خودش صحبت میکنه شما فکر میکنم همه هم درد کردین بعضی وقت درد میاده این موعظه امروز میدونم که بعضی کسان اینجا اصلا درد خواهد آورد چون تو دوست داری یه جای بشی بابا من میخوام دیگه راحتم بذاری من میخوام تو زندگی کنم و خداوند میاد اینجا با کلامش سیخونک میزنه یه چیزی هست که درد میاره چون به شناخت خودت میرسی یه چیزی هست که خدا به تو نشون میده این مشکل باید حل میشه در زندگی تو و تو دوست نداری ما آدم ها دوست نداریم عوض بشیم اینطوری هزار بار میتونی برای خداوند خدمت کنی ما آدم ها اینطوری هستیم دوست داریم 24 ساعت برای خدا خدمت کنی و مبادا خدا سیخونک منو بزنه مبادا خدا به من بگه کجا باید توبه کنم بازگشت کنم
این سیخونک ها میتونن تو رو به یه جایی برسونن که متوجه بشی خشم در توست، شاید افسردگی، شاید حسادت، دوباره جلال خودت هستی، همینطور که من از زندگی خودم تعریف کردم. دایما در حال شکایت هستی، در مورد حال غر زدن هستی، داوری هستی، و خداوند بعضی وقت باید این کلام رو بیاره، سیخونک رو به طوری زنه که متوجه بشی که ببینید چوب‌های کوچیک رو، خارهای کوچیک رو در جلوی چشم برادرت خواهر می‌بینی. اینو نگاه نکنه، چوب رو نگاه کن، جلوی چشمت هست. این سیخونک‌هایی هست که خدا نشون میده. همین چیزی که الان من در مورد زندگی خودم تعریف کردم. دردناکه. خدا اجازه میده عزیزان یه برادری خواهری کنار تو بیاد، از طریق او میتونه به تو سیخونک بزنه. میدونستی؟ میتونه خانواده باشه، میتونه زنت باشه و شوهرت باشه. این سیخونک ها دورتون میچرخن. میتونه چبانت باشه. میتونه یک کسی باشه که ناعدالتی به تو میکنه. با عیسی مسیح ناعدالتی کرده یا نه؟ اعصابش رو بده، خورد شد، عصبانی شد، درد آمد، شکایت کرد. آمدن یک کتنی بهش زدن، گفته که عیسی مسیح گفته که اگه چیزی بدی کردم، از این چیزی نکردم، چرا منو میزنی؟ یادت هست؟ محکومی نکرد، چیزی نکرد. چرا؟ چون شخصیتش در همه قسمت ها کامل بود. الان من میام به شما الان آمان شبانی یکم یه توهینی بکنم، یه چیزی بدی، یا مثلا سلامی نگم، یا برحال زر نزدم، یا جواب ندادم. درد میاد، ناراحت میشی، بعد نفر من اصلا کلن هر کسی هم میتونه اینجا باشه. این چیزهایی هست زمانی که ناراحتی به وجود میاد، باید نگاه کنید که چرا من ناراحت شدم، هدف انگیزه من چی بود؟ نه انگیزه نه، از کدوم ریشه آمده؟ چرا من ناراحت شدم؟ اصلا چرا ناراحت میشم که هیچ کسی به من سلام نمیگه؟ فکر کنی به موردش، یک عظیم ریشه به وجود میاد. زمانی بود که زمان بابایی با نسلیم، زمانی که تماس زدیم میکردم، برحال کسی هم توی خونه نبود. زمانی که با نسلیم ازدواج کردیم با هم، و جاهایی که قرار میگرفتم و الان بگذاریم چه اشتباهی چه چیزی بود، فقط یهو یه خشمی در من به وجود میامد، یه خشمی که کنترل خودم رو از دست میدادم. و بعد از این الان بگیم که معمولا ما اون موقع فکر میکنیم ما همه حق داریم، من حق من بود، خشم بی به وجودم، چون بی حقی میگم ناحقی کرده. بعد برای من مهم نبود که حق داشتم حق نداشتم، برای من مهم بود که چرا خشم، چرا این خشم در من هست، به چه دلیلی من باید اینطوری باشم. الان بگیم که تقصیر خودشم بود یا تقصیر من بود، چرا من باید این رفتار رو نشون بدم؟ پس مشکل منم، من باید روی خودم کار کنم. و چند بار اتفاق افتاد و دیدم نه، یه چیزی هست که خداست به تو نشون میده که چیزایی با تر تا عوض بشه. اینا دیگه یه ربطی به شبانم نیستم، بگیم من شبان هستم، نه ربطی هیچ چیزی، من فقط یک آدم گناهکاری بودم که نجات پیدا کردم، الان تو خانواده زندگی میکنم، الان این آشکار شد. و اینجاست که من میگم که من باید روی خودم کار کنم. معمولا ما چی میکنیم؟ ما میگیم خدا من الان نسلین رو عوض کن، نسلین اینو کن، نسلین اونو کن که من دیگه خشن نشم. درسته؟ اصلا دعای ما اشتباه است. من میتونم حتی بگم مرسی خدا من الان این اتفاقات افتاده، یه زنی کنار من اینجا گذاشتی، الان هر چقدر برحال اشتباه میکنه یا اشتباه نمیکنه، یا من تو به من وسیله نشون دادی چه مشکلی من دارم،
عیسی میخواد ردای منو پاک کنه، تمام لکهای منو ورداره و من میخوام یک باکره دانا باشم. به این خاطر اجازه میدم خداوند این اتفاقاتی بیفته. نسیم چند وقت من خشن نشدم؟ هیچ چیزی نمیگه. همین دیروز بودم. نده از خودش بپرسیم. برای من میبینم که اون موقعی که کنترل رو نداشتم الان کنترل رو دارم. نه این کنترل که نه این کنترل نیست، این دیگه نه این شاید کنترل میکنم، فقط معمولا اینجایی که زمانی که تو آزاد شده یه آزاد دست حرامش قرار گرفته اونجا. به این خاطر عیسی مسیح اجازه میده عزیزان در زندگی تو اتفاقاتی میفته. میگم از همسرت میتونه باشه، از بچه هایت میتونه باشه، از اعضای کلیسا باشه، افرادی پشت تو دعا، پشت تو حرف بزنن، قضاوت کنن، داوری کنن، همه چی دردناکه. فقط اینو نگاه کن عنوان این سی خونک های خدا. خدا فقط میخواد به تو نشون بده مشکلی هنوز در تو هست. من هر دفعه میگم که عیسی مسیح الگوی ماست، با عیسی چه کارهایی کرده و چه رفتاری نشون داده، اون الگوست. و بگم که زوالان در این حال او اینطوری رفتار کرد، من عوض رفتار من درست نبود، پس من باید عوض بشم و طبق این سعی میکنم بها رو پرداخت کنم، طبق اینم توبه هم باید بکنم، بازگشتم بکنم و میتونم حتی میتونم راحتم جلوی همه شما اعتراف کنم که چه چیزایی در من وجود داشت. برای من مهم نیست، چون او برای من مهمتر از همه چی هست، او رو میخوام به دست بیارم. به این خاطر باید این راه فروتنی رو بریم، روز به روز زیادتر میشه. دو هفته پیش نسیم در مورد این زن کنانی صحبت کردم، همون سیخونک های سر مسیح بود، نه؟ سیخونک میزد، میگه که نانا رو جلوی سک نمیدازه، اول گوش نکرد، اهمیت نازش، بعد از این دوباره یه توهین زیاد، بعد دیگه به یه جای رسیده بود که خودش دیگه اونجا خورچده بود، یعنی خودش دیگه اونجا فروتن شده بود، گفته در حال هر چیزی هم باشه من هیچ چیزی نیستم، فقط از این نونهای خشک، این نونهایی که یهودی ها رد میکنن، از این نون به من ببخش. عزیزان زندگی ما متوجه باشیم، اگه میخوایی یک باکره یه دانایی باشی، خدا با تو کار داره و خدا دائما به تو چیزایی نشون خواهد داد. فقط مهم اینه که عکس العمل تو چیه، اشتیاقت برای عیسی مسیح باشه دیگه. اون موقع شاید اول یه شوکه وارد بشه در زندگی تو، یا بعد از یک ماه آرام میشی، شروع کنی به فکر کردن و شروع کنی روی زندگی خودت کار کردن. یک آیه هم هست در اول یوحنا دو اونجا میگه که دنیا و آنچه در دنیاست دوست ندارد، زیرا اگر کسی دنیا رو دوست دارد محبت پدر در وی نیست. تو نمیتونی یک باکره دانا باشی همزمانم دنیا رو دوست داشته باشی و تمام لذتاش. گوش کردی؟ اگه میخوایی یک باکره دانایی باشی، تو میتونی به حال این لذت های این دنیا رو میبینی، بعد یه قسمت های ما هم شرکت کردیم همه چی، فقط ما باید تشخیص بدیم این به ما حیات نمیده، تنها مرکز ما عیسی مسیح و محبت مسیح است که منو عوض میکنه. زیرا که آنچه در دنیاست از شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگانی است، پدر نیست بلکه از جهان است.
پس من نمیتونم همینطور ممان رو پرستش کنم و خدا رو پرستش کنم. تمرکزمون فقط و فقط عیسی مسیح نباشه، اون موقع مشکل خواهم داشت. و یک شخصیت یا یک باکره دانا زندگیش زیر فیض و کار بزرگ جورج اوتار به صلیب هست. یعنی او از خدمت کردن همینطور که گفتم ارضا نمیشه، از کارهایی برای خداوند انجام دادن یا با شریعت شریعت رو باید انجام بدم که خدا رو خوشنود کنم این نیست، بلکه این زن دانا یاد گرفته که عیسی مسیح همه چیز رو برای من پرداخت کرده و من زیر فیض خدا زندگی میکنم و از محبت خداست که من روز به روز عوض میشم. اگه کسی که واقعا یاد گرفته و مکاشفه شده برای خودش و دنبال اینه که واقعا تبدیل بشه به شباهت عیسی مسیح، بدون این حقیقت که عیسی تکمیل کرد روی صلیب همه کارا رو و امروز هر روز میتونم از فیض او زندگی کنم، محبت اوست که منو عوض میکنه، محبت اوست که حتی توی مشکلات میرم، توی شکست میخورم، خرابکاری میکنم، او رو بلند میکنه. این محبت های عیسی مسیح که وفاداریش رو میبینم و اونجا روز به روز همینطور عاشقش میشم. یک پروسسی هست که ما در اون باید زندگی کنیم. و یک باکره نادان بیشتر در حال شکایت کردنه، چشمش بیشتر روی انسان و همینطور متاسفانه باکرهای نادان در خود دلسوزی زندگی میکنه. خود دلسوزی میدونی چیه نه؟ خودسوزی از غرور میاد، خودت هستی، زندگی گذشته خودت رو نگاه میکنی، فرض شروع میکنی به ناله کردن با چه زندگی داشتم، چقدر بد بود. بعضی وقت عزیزان واقعا حتی زندگی گذشته چیزای بعدی که تو زندگی تو افتاده از اون یک بوتی میسازی، میدونستیم؟ چون ارضا میشه بگی با چه دردهایی کشیدم، چه چیزایی بودم، هیچ کسی مثل من این دردها رو نداشت، من این دردها میتونم باعث بشن که توی چون لذت ببریم، لذت ببریم، ارضا بکنی خودتون، چون اونجا تو مرکز شدی. کلام خدا میگه که در نوشتم اینجا مزمور 45 اینجا میگه ای دختر اورشلیم. ای دختر اورشلیم یعنی برای اینجا همه ما ایمان داره هستیم. ای دختر بشنو و ببین و گوش خود را فرا دار و قوم خود را، خانه پدر را فراموش کن تا پادشاه مشتاق جمال تو بشود، زیرا او خداوند توست پس او رو عبادت نما. منظور اینه که ما از یک دنیای آمدیم، از دنیای سقوط کرده آمدیم که واقعا خیلی زخمی شدیم و درسته ما باید شفا بگیریم از گذشته ما. فقط میگه که فراموش کن. زمانی که شفا گرفتی، زمانی که چیزا رو به دست آوردی، تسلی روح القدس رو گرفتی، دیگه فراموش کن، بر نگرد دوباره جا خودت رو ارضا کنی. من چه چیزایی کشیدم تو نمیدونی، به من چه گذشته چه رفته، همه چی روی صلیبه و توی تعمید اونجا دفن شده. چیزی که تو احتیاج داری شفاست. زمانی که شفا رو گرفتی دیگه فراموش کن. منم نمیرم هر دفعه دیدم اینجا من میخواستم خودکشی کنم، در یه چیزی قرار گرفته بودم، نمیدونم مغوار کشیده بودم و اینو نه نگاه میکنم میگم خدا من چه کارهای بزرگی انجام دادی، من باید سیانان توی جهنمی بودم. آقا فیض تو فراموش مزرده میگذارم کنار، میگم حقیقت درست شهادت میدم از این چیزا، فقط ارضا نمی کنم، بلکه به آینده نگاه میکنم که خدا من چه کارهایی خواهد کرد. یک
یک باکره دانا گذشته رو یه نگاه میکنه، فقط پرستش میکنه. خداوند چی بودم، چی ساختی؟ و خود دلسوزی واقعا یه چیزی هست. جهنم آمده فقط اونجا بودم، فقط خودمون دور خودمون میچرخیم. و معمولا هم اینطوری هم هست که روان درمانی میشیم، فقط آزاد نمیشیم. چرا؟ ما روان درمانی رو دوست داریم. نسیم بیاد، پاستور بیاد، آرش بیاد، همه بیان دور من بچرخن، بتونم صحبت کنم. یک بار دو بار خوبه، عشقم باید ریخته بشه، دردهای هست، بعد یک بار، شاید دو بار. یکی که سه بار با یک چیزی میاد میگم که با خودش بازی میکنه، با خدا، با وقت من بازی میکنه. درسته یا نه؟ زمانی که خودت رو متوجه شدی چقدر تو فکرت رفتی توی گذشته، اونجا لذت میبری. پس بدون که در خود دلسوزی قرار گرفتی و این از خدا نیست، ارضا نمیشی، یعنی روحانی، بلکه ارضای جسمانی میشی، روش نمی کنی. ما ارمنی ها خیلی این چیز رو داریم، روی عزاداری و هتل سوزی. این ترک ها چه کاری کردن با ما؟ یک ممیز 5 میلیون ارمنی ها رو کشتن. درست واقعیت خدا عدالت خودش نشون خواهد داد. بعد من نمیتونم هر دفعه برم تو اون فضا، من میتونم بفهمم خدا من واقعا ما ارمنی ها خیلی چیزای درده، خیلی چیزا مثل یهودی ها خیلی شکنجه دیدیم. فقط فیض توست که ما رو نگه داشتی. ما باید سی مسلمان میشدیم. واقعا به شما میگم دوره بر کشور ما همه مسلمان ها بودن. این فیض توست، این رحمت توست که ارمنستان رو مسیحی نگه داشتی. فقط تنفرم روی ترک بذارم فایده نداره. ما ارمنی ها درد کشیدیم. درسته درد های ارمنستان، یعنی ارمنی ها در من هست، فقط من ارضا نمی کنم با این چیزا. میگم خدا من عدالت خودت رو یک بار نشون خواهی داد. تقریبا 20 سال پیش بود رفته بودم ترکیه، برای 2 هفته رفتیم اونجا، شروع کردیم برای ترک ها دعا کردن. رفتیم توی کوه ها، اونجا بارا توی قبرستان هایی که ارمنی ها اونجا کشته شدن، اونجا ایستادم و اونجا اعلام کردم برای مرسی عیسی مسیح که تو این کشور ترک رو نجات خواهی داد. این خون هایی که اینجا ریخته شده، ارمنی ها هموطن ما ریخته شده، فقط خدا من به اسم تو من ترک ها رو میبخشم، چون نمیدونستن چی کاری کردن. خدا من دعای برکت میکنم یک روز ترکیه نجات پیدا کنه. این روشی هست که من باید احساسی بلکه روحانی. اراده خدا چیه؟ اراده خدا اینه که ترک ها نجات پیدا کنن. نقشه بزرگی هم اونام دارن. به این خاطر اردوان الان ایستاده اینجا مثل یا جولیات یا اعلاماتی میکنه، نمیدونه که پادشاه پادشاهان تاریخ مینویشه. به این خاطر عزیزان آخر قسمت یک باکری دانا که تمرکزش فقط عیسی مسیحه، میدونه که در این محبت با عیسی مسیح ایثار هست، درد رنج. بدون ایثار، بدون درد کشیدن و هم دل شدن با عیسی مسیح، درد هایی که مسیح میکشه، داماد میکشه، ما نمیتونیم باکره دانا باشیم. اگر فقط ما میخواییم چیزهای خوب رو، ما
معجزه های خوب رو، جلسه های خوب رو، کلیسا های پر رو ببین، بدون زحمت، بدون رنج و درد غیر ممکنه دانا بشیم. به این خاطر پولس هم اینجا میگه که دعا میکنه و میگه که من میخوام او رو و قوت قیامت وی و شراکت در رنج های وی رو بشناسم و با موت او مشابهه گردم، مگر به هر وجه به قیامت از مردگان برسم. پولس یک باکره دانا بود، گفته که همه چی رو به دست آوردم، رساله ها رو نوشتم، همه چی رو نوشتم، همه کار رو انجام دادم، فقط این همه گذاشتم که من میخوام اون رو بشناسم، من میخوام در رنج های اون شریک بشم. مسیح رنج میکشه. چه رنج میکشه؟ ما کلیسا بدن رو هستیم، تمام سلولای بدن مسیحه که درد میکشه، چون به این اتحاد به محبت ما نرسیده. و میگه که پولس میگه که من میخوام همینطور حتی در این رنج های عیسی مسیح. این من فکر میکنم بهترین نشانه ای هست، این من فکر میکنم بهترین نشانه ای هست که ثابت میکنی محبت خودت رو، چون توی این رنج کشی من باید بهای زندگی خودت رو پرداخت کنی. اینجا نه پول، اینجا نه مقام، اینجا نه دانش، هیچ چیزی نیست. محبت خودم رو به نسلی فرد میتونم در زمانی که واقعا دیگه به یه درد و رنج کشیده اونجا یک بکنم با اون، یک متحد بشم با رنجای دردهای او. این محبت بزرگترین محبت، نشانه محبتی هست. و پولس هم در کلوسیان باب 1 آیه 24 میگه می‌نویسه الان از زحمت‌های خود را در راه شما شادی می‌کنم و نقص‌های زحمت مسیح را در بدن خود به کمال می‌رسونم برای بدن او که کلیساست. از آن کلیسای آلفا اومگا درد می‌کشه. خیلی اشتباهات اینجا هست، خیلی چیزایی هست که درست نیست، اینجا نیست. یک کسی که عیسی رو دوست داره، یک کسی که عاشق عیسی مسیح، یک کسی میخواد یک باکره دانا باشه، باید فکر کلیسا باشه، دردهای کلیسا رو بکشه. کلیسا درد داره، کوچه کلیسا من حرف زده میشه به خاطر افراد درست نیستادن، اشتباه کردن و دوست دارم خدا من چه کاری باید بکنم خدا من که واقعا این دردهای بدن تو کم بشه، چطور میتونم زندگی کنم، چه کارهایی باید انجام بدم که واقعا این اتحاد، این یکدلی به وجود بیاد، نزد به وجود بیاد. این درده، شب نمیتونم بخوابم، صبح نمیتونم نفس بکشم، زمانی که درد رو میشنم. منظوری نیست که درد رنج جسمانیه، درد بدن مسیح، شما تک تک شما عضوی از بدن مسیح هستی. درد میکشم زمانی که میگم یک زوجی، یک مرد و شوهر با هم دیگه دعوا میکنن، سر هم دیگه رو میکوبن. درد زمانی که میبینم که برادر خواهرها پشت هم دیگه صحبت میکنن. و محبت واقعی زمانی مشخص میشه، زمانی که میگه عیسی مسیح واقعا میخوام همونطور با رنجهای تو، دردهای تو یک بشم. من میخوام ای داماد این دردهایی که تو میکشی، من میخوام شریک درد بشم. این یک دعایی میتونه باشه که واقعا از این تاریخ خدا بتونه در زندگی تو کار کنه. و زمانی که تو اینجا ایستادی و این رو اعلام میکنی، خدا میگه باشه که من برای شفاعت بدم، من باید تو رو آزاد کنم. یه کسی که اینطوری فکر میکنه پس اجازه میده دیگران در زندگی تو دخالت کنن. اون موقع هست که میایی میگه که پاستور یا خادم، من میخوام واقعا در این قسمت ها بیا به من نشون بده چه مشکلهایی در من هست، چه چیزهایی باید در من عوض بشن. من میخوام نه باعث درد کلیسا باشم، من میخوام زندگی من باعث برکت کلیسا باشه. این نشانه
شخصیت یک باکره داناست. آخرین یک داستانی تعریف میکنم بعد از این تمام میکنیم. نمیدونم یکم زیاد شد. یک بار سالها پیش این را تعریف کرده بودم و برای من جلو چشمم دائما میاد. یک مردی بود که به خاطر کارهای سیاسی که میکرد پلیس گرفته بود و ارتش رو گرفته بود و میخواستن اعدامش کنن و همسرش، زنش رفته بود چند بار نامه هایی نوشته بود، شکایت هایی کرده بود، همه کاری که بود انجام داد. فکر میکنم تو شوروی بود که بتونم بازار کنم. و آخرین چیزی که اون مسئولین سرباز سرهنگ بود گفته نه، فردا صبح ساعت 6 شوهرت اعدام خواهد شد. فردا صبح زمانی که این زنگ های ناقوس این کلیسا زنگ بزنه شوهرت باید اعدام کنه. و صبح شد، این مرد رو بردن اونجا، گذاشتن اونجا، همینطور سربازان آمدن، هفتی رو گذاشتن و منتظر بودن به این زنگ، زنگ ناقوس، ساعت 6 بزنه، اعدام کنن. سب کردن این 6 شد، زنگ نزد، یک دقیقه بعد از 6 نیست، یک دقیقه، بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه اصلا زنگی از این کلیسا صدا نمیاد. بعد از این رئیس اون سرباز فرستاد اونجا، گفتن که بریم اونجا ببینیم چی رو زنگ میزنن. رفتن اونجا گفتن که شاید این کاهن این کار رو میکنه. بعد از این رفتن دیدن که این کاهن هم اونجا ایستاده بود، این چیز رو میکشید، این تناب رو میکشید، بعد هیچ زنگی نمیامد، هیچ صدایی نمیامد. بعد از این مدتی دیدن که از بالا خون میتیکه و نگاه کردن گفته این هست، این از کجا میاد این خون. بعد از این رفتم بالا توی جایی که ناقوس بود، دیدن که این زنه توی این وسط این ناقوس چیه؟ زنه چی بگم؟ زنگونه؟ پاندور. خود این زن اینو در رفته اونجا اینو در آغوش گرفته بود که هر موقع که این ناقوس همینطور میرفت میامد صدا نمیامد، چون اون میخورد در دست راست، چپ، راست، چپ، یعنی اون قد که دیگه اونجا له شده بود، فقط زن نمیامد، صدا نمیامد. یعنی محبت این همسرش اونقدر زیاد بود که گفته من همه کارا رو باید بکنم که صدا نیاد، که شوهرم کشته نشه. این به واقعیت واقعیته. خودش رو داد برای همسرش. الان آخرش نمیدونم چه اتفاقی افتاد. فقط نشانه محبت عزیزان برای عیسی مسیح درد کشیدن یا شریک رنج های او شدنه. از این مشخص میشه چقدر تو جزء باکره دانا هستی. این یک پروسسی هست. من انتظار ندارم از این روز به بعد شروع کنی رنج بکشی. فقط این کلام خدا شما رو هدایت کنی که واقعا متوجه بشی کجا قرار گرفتی، کی هستی، دنبال چه چیزی هستی.
اینو ببینیم 22 این هم میدازد پایین روشم له میزنم له میکنم توفه میکنم کسی هست که نمیخواد کسیفش کردم توفش زدم فقط ارزش از دست داد؟ نه از این تو این هستی هر چیزی با تو بکنم ارزشش رو داری ارزشش خون عیسی مسیح و عیسی مسیح که تو رو برداشته